After his release from prison, the late Nelson Mandela traveled to Iran two times, and in both trips he met with the leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei. During his first visit to Iran in 1992, Nelson Mandela emphasized that Imam Khomeini was a source of inspiration for the South African people in their struggle against the apartheid regime. the leader of the islamic revolution recalls here on what transpired during his meeting with Mandela. ما از اول انقلاب دو تا رژیم رو گفتیم ما اینا رو قبول نداریم. نه اینکه رابطه نداریم، اصلا قبول نداریم. یکی رژیم سعیونیسی بود یکی هم رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی بود یعنی رژیمی که یک گروه کوچک سفیدپوست بر یک جمعیت میلیونی سیاپوس صاحب سرزمین مسلط بودند. این سیاهپوس ها از انگلیس رفته بودن انگلیسی بودن در اصل ما گفتیم ما اینو قبول نداریم آفریقای جنوبی مال مردم آفریقای جنوبی است نه مال اشغالگران انگلیسی این آقای نلسون ماندلا که از زن آزاد شده بود اما اینجا تو همین اتاق همینجا که شما نشستید قبل از اینکه رئیس جمهور بشه آمد اینجا نشستیم من براش ماجرای امام رو شهر دادم مبارزه امام رو گفتم مبارزه امام اینجوری بود از تیر و تفنگ و کودتا و اینا استفاده نکرد به مردم عرضه کرد دل مردم رو قانع کرد مردم با تن خودشون آمدن تو خیابان هیچ رژیمی نمیتونه با مردمی که با تن خودشون شجاعانه میان توی خیابان مقابله کنه و پیروز این گفت فهمیدم که تاثیر کرد در دلش از اینجا که رفت ماندلا تظاهرات خیابانی آفریقای جنوبی را افتاد ادامه پیدا کرد تا وقتی که رژیم آپارتاید رو ساقط کردن این یکی هم ساقط میشه